منطقه منطقه گردشگری توریستی هست. چند سالیه که اینجا به قول معروف رو به رشد. ما هم چند تا بومیگردی 3-4 تا تو همین روستای توم داریم که فعلا میخواد بره زیر آب و سد فینسک اینجا اجرا بشه. خدمتتون عرض کنم اولی مشکلی که ما اینجا داریم مشکل آب نیست. آب هر چقدر سمنم ببره ما مشکلی با آب نداریم، اما با جای مخزن، با جایگاه مخزن مشکل داریم. چرا؟ چون این روستا تنها منبع درآمد مردمه. یعنی مردم اینجا خدمتتون عرض کنم که باغداری دارن، دامداری دارن، کشاورزی دارن، اموراتشون از همین میگذره. وقتی همه اینا رو که بره تو مخزن، خب مسلما مردم متضررن. مردم تقاضاشون اینه که حداقل چیز امور آب یا مدیرانی که دستن در کار هستن، خدمت شما عرض کنم که باید بداد این مردم برسن. در درجه اول اگر براشون مقدور جای سد رو عوض کنن، ولی آب 5% ببرم 20% ببرم، ما مرزل آب نداریم که. آب هم کمبود نداریم، آب ماشاءالله فراوانه. اما جا رو چرا؟ همه مردم معترضن که آقا جای ما چرا داره چیز میشه، محل ما اگر هم داره میره ما میخواییم همکاری بکنیم، لااقل مسئولین هم با ما همکاری داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی جایگاه ما رو مشخص بکنن. خدمت شما عرض کنم که چیزهایی که متضرر میشیم رو جبران بکنن. اگر قراره که روستای ما جابجا بشه، همزمان صد شروع شده، اگه 20% کار صد همچنان شد، 20% هم جاگزین روستای ما همچی انجام باشه، ما بدونیم که آقا آخری بدون چیز اینجا نمیمونیم. یعنی به قول من رو بلا تکلیف حداقل میدونیم 20% صد کارش پیش رفت، 20% هم کار مردم. واقعیتش این قضیه صد تقریبا 7-8 سال پیش مطالعاتش انجام شد. توی 7-8 سال هم تصمیمی گرفته نشد. ملت هم بلا تکلیف موندن، نتونستن خونه بسازن، نه باقی بگیرن. الان هم که اومدم شروع کردم، چند بار مسئولین اومدن که گفتم ما میان تکلیفتون رو مشخص میکنیم، نیدون جاتون رو معلوم میکنیم. بعد هنوز هم نه تکلیفی معلوم شد، نه جای مشخص شد. هیچ که مخالف بردن آب نیست، ولی از اینکه این روستا تخریب بشه، روستای بالادست تخریب بشه، همه شاکی هن از این قضیه. چون این همه زندگی باغ همه از بین میره، نه قیمتی مشخص شد، نه مشخص هم که قیمت گذاری بشه اصلا، بتونن اینجا سکونت بدن، ندن. هدف از احداث سد فینسک با توجه به کمبود منابع آب شرب شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه، در واقع تأمین بخشی از نیاز آب شرب و بهداشتی شهرستان‌هایی که هستش که گفتم خدمتتون. متاسفانه این روزها تو فضای مجازی اطلاعات خیلی نادرستی درباره سد گفته میشه که نمیدونم قراره یه حجم آب زیادی بابت کشاورزی یا صنعت یا کشت خربوزه و هندونه به سمنان منتقل بشه که عملا من گفتم خدمتتون هدف اصلی سد تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه به میزان 7.5 میلیون و اثرات تبعات زیست محیطی توی سازمان محیط زیست کشور بررسی شده و خوشبختانه در سال 89 مصوبه سازمان زیست محیطی کشور رو داریم، نه فقط استان سمنان. از سال 91 تا 97 در کمیته های مختلف بازنگری شده و خوشبختانه در سال 1398 ردیف اجرایی گرفته تحت. بر اساس مطالعات انجام شده که گفتم شاید بوده 5 سال طول کشید، گزینه‌های مختلفی برای احداث سد، محل احداث سد بررسی و شناسایی شد. اونجا در محل سد ما مجبوریم که حفاری بکنیم ببینیم زیر لایه‌های زمین چه اتفاقی میفته و متاسفانه گزینه پیشنهادی که پایین دست پل شهدا بود به دلیلی که برخورد کردیم به حفرات کارستی اون رد شد، برای اینکه اگر ما سد رو اونجا احداث میکردیم کل آب اونجا دچار مشکل فرار آب میشدیم و عملا سد احداث سد اونجا غیر ممکن بود. روستاهای تلاجیم و توم که متاثر از احداث سد میشه به خاطر حفظ سلامت خود مردم عزیز روستا، خب با اونها جلساتی گرفتیم، هم در محل شرکت هم در محل خود پروژه مراجعه کردن، دوستان توجیهشون کردن و خوشبختانه تا حالا مشکل خاصی نداشتیم. با توجه به اینکه به لحاظ قانونی
متولی جابجایی روستاها بنیاد محترم مسکن هستش، جلسات متعددی با بنیاد مسکن داشتیم، آیین جانمایی رو برای روستا مشخص کردن و یک جلسه حضوری هم رفتیم، محل رو دیدیم در نزدیکی همون روستای تون و تلاجیم هست تقریبا. حالا قرار شده که مشخصاتش رو رسما به ما اعلام بکنن که برای موضوع تامین آبش بحث و بررسی بشه و اینکه مردم مطمئن باشن که دولت تمام تلاشش رو داره میکنه که هیچ حق و حقوقی ازشون ضایع نشه، کما اینکه در موضوع تملک اراضی هم واقعا سه تا کارشناس در نظر گرفتن، یک کارشناس طرف مردم، یک کارشناس دولت، یک کارشناس مردم طرفین بوده، یعنی اینقدر برای حقوق مردم ارزش قائل شدن که هیچ حق و حقوقی ازشون ضایع نشه. امیدوارم که ما بتونیم در حداقل زمان ممکن بتونیم صد رو اجرا بکنیم و آب شرب مردم رو تامین بکنیم.